رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آية 187 السورية مباركة بقره متعال می فرمايات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن آیات راجع به روز گرفتن در ماه رمضان بود و در بین این آیات آیه دعا ذکر شد چون که ماه رمضان ماه دعا و نیایش به درگاه حضرت حق باری تعالی هست سپس این آیه بعضی از احکام روزه را رو بیان می کند. ابتدا هنگامی که روز تشریع شد سختتر از الان بود بعدا بعضی از احکام سخت از روزه برداشته شد و روزه آسانتر شد از جمله این بود که اینها جائز نبود در کل ماه رمضان با همسرانشون هم بستر بشن چه شب چه روز بعد این حکم تخفیف داده شد به اینکه فقط در روز نباید مباشرت بکنند در شب اگر مانعی نباشد اشکال ندارد و همچنین از احکام روز این بود که اگر کسی شب خوابید دیگه بعد از این خواب نمی توانست چیزی بخورد ولی مثلا اگر مثلا ساعت هفت هشت نه ده شب هر وقت یک کسی ولو یک لحظه چرت می زد و خوابش می برد دیگه باید امساک می کرد تا فردا غروب بعد این حکم تخفیف داده شد که انسان می تواند در تمام شب از اول شب تا هنگام فجر بخورد بیامش آمد بقیه چیزهایی که مفترات هست را انجام بدهد ولو چندین بار در شب خوابیده باشد و شاید یکی از علتهایش این است که انسان از نظر روانی و نفسی اگر یک چیز سختی را بخوان به او القا بکنند وظیفه سختی به گردنش بیاندازند خب شاید براش مشکل باشد شاید کسانی که یک کمی ضعیف باشند از نظر اعتقادی یا از نظر عملی از کار سخت شونه خالی بکنند بخلزا لذا برای اینکه اینا آماده تر بشند ابتدا خیلی سخت به اونها گرفته می شود بعد یک کمی آسونش بکنند این بند خدا احساس میکنه که آسونتر شد و لذالک التزام او و اطاعت او بهتر میشه اگر یه چیزی از اول خیلی سخت باشه بعد بگن آقا آسونترش کردیم از نظر روانی اطاعت همچی حکمی و همچی قانونی خیلی آسونتر هست چون که انسان جسم هست و روان و روان انسان حاکم بر کارهای انسان هست و اگر روان انسان و نفس انسان نسبت به یه چیزی قانع شد جسم انسان این کار را انجام میده اگر چه سخت باشه و اگر روان انسان و نفس انسان به چیزی قانع نبود جسم انسان این کار را انجام نمیده حتی اگر آسان باشد و خدای تبارک و تعالی از لطف و رحمتش به بندگانش این است که احکام را هم آسان قرار داده در عین حالی که مصالح مهم را باید انجام بدن از مفاسد مهم هم اجتناب بکنند در عین حال هم بر اونها آسان باشد لذا بهترین روشها رو در تشریع حکم از باب لطف و رحمت به بندگانش خدای تبارک و تعالی انجام داده از جمله اینه که پاره ای از تکلیف های سخت را بر مردم گذاشت سپس این تکلیف ها را نسخ کرد تسهیل کرد امر را بر بندگان و از جمله در ماه رمضان اگر از اول به این مسلمان ها خصوصا جوان ها گفته شود که شما در در روزهای ماه رمضانی که از مفترات مباشرت هست خب شاید سخت باشه براشون اما اگر از اول گفته بشه کل ماه رمضان ممنوع هست بعد از مدتی گفته شود که شبها اجازه داده شد به شما این از نظر روانی آماده تر میشن برای روزه گرفتن یا بهشون گفته میشد که از اول شب که خوابیدید دیگه باید روزه را رو شروع بکنی بعد گفته بشه که حکم آسونتر تر شد شب اگر خوابیدی اشکال نداره اگر قبل از سحر بلند شدی میتونی سحری بخوری این خیلی برای مردم خصوصا کسانی که ضعیف ایمان هستند ضعیف العمل هستند از نظر روانی اونها رو آماده برای پذیرش این حکم میکند اضافه بر این که این یک روشی بود برای امتحان مردم و امتحان حالا فلسفه مختلفی دارد که سابقا در بعضی آیات گذشته بهش اشاره شد گاهی امتحان برای این است که افراد خودشون را بشناسند نقاط ضعف خودشون را درک بکنند که این نقاط ضعف را از بین ببرند قبل از امتحان شاید انسان نمیدونست که این نقطه ضعف را داره اما وقتی امتحان شد متوجه میشه که در فلان جا نقطه ضعف داره پس باید این نقطه ضعفش را تقویت بکنه الان مثلا در مدارس غیر از امتحان نهایی که گرفته میشه ممکنه هر هفته امتحان گرفته بشه چرا چون که این شاگرد وقتی در این امتحان آمد میفهمه کجای کارش میلنگه کجاهای درس را خوب نفهمیده خب درسته که در این امتحان ممکن نمره پایین گرفت اما خودش وسیله می شود برای برطرف کردن نقاط ضعف ممکن است یک کسی خیال بکند که خیلی شجاع هست بعد در یک کارزاری که واقع میشه در این کارزار می بینه که نه خیلی ترسو هم هست خب اگر این شخص قبلا در یک محیط کوچیکتری شجاعت خودش را امتحان کرده بود و فهمیده بود ترسو هست ممکن بود کوشش و تلاش بکند که این صفت نفسی خودش را تغییر بده چون که صفات داخلی و اخلاقی انسان قابل تغییر هست حالا گرچه سخته اما ممکن هست پس برای اینکه این انسان در امتحان نهایی رفوز نشه امتحانهای کوچیکی در بین میشه که نقاط ضعف خودش را پیدا بکند و این نقاط ضعف را اصلاح بکنه که در امتحان نهایی پیروز بشود الان یه مسئله که سابقا هم ذکر کردیم الان الان واکسن زدن یکی از چیزهایی است که در دنیا تقریبا از چیزهای لازم هست خب واکسن چی هست واکسن میکروب همون بیماری هست منتهای مراتب میکروب ضعیف شده بیماری این را به بدن کودک تزریق میکنن چون که این میکروب ضعیف هست سیستم دفاعی بدن قدرت دفع این میکروب را دارد. وقتی این میکروب را دفع میکنه سیستم دفاعی بدن نسبت به اون میکروب آشنا میشه. لذا وقتی که بزرگ شد اگر میکروب عادی وارد بدن شد دیگه خطرناک نیست برای بدن چون که سیستم دفاعی آشنا هست با این میکروب. لذا فورا فوراً واکنش صحیح را نسبت به اون میکروب داشت خواهد داشت. در حالی که اگر واکسن نشده بود سیستم دفاعی نسبت به اون میکروب بی آشنا سیستم دفاعی نسبت به اون میکروب ناآشنا بود وقت نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که در بزرگی این میکروب وارد بدن میشه سیستم دفاعی بدنم آشنا نیست با این میکروب این میکروب ضرر خودش را به بدن میزنه یه بیماری بدون علاج میشه یا ضرر دائمی برای بدن وارد میکنه پس اون واکسن زدن گرچه باعث این میشد که بچه تب بکنه دو سه روز در سختی و ناراحتی باشد اما باعث می شود که در امتحان بزرگتر پیروز بشه خدای تبارک و تعالی هم امتحان می کند بندگان خودش را یکی از امتحان هایی که کسانی که بنا بود اینها پرچمدار اسلام باشند اونایی که در زمان خود پیغمبر بودند اینا تربیت جاهلیت بودن خب تازه مسلمان شده بودند اینا احتیاج به تربیت صحیحی داشتن این یکی از روشهاش این بود که مرتب در امتحان باشند یک آیه شریفه هست اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرت او مرتین هر سال یه بار یا دو بار اینها امتحان میشوند خب کسانی که قابلیت داشتند نقاط ضعف خودشون را دیدند این نقاط ضعف را اصلاح کردند و به درجات بالاتری از ایمان رسیدند یا کسانی هم که قابلیت نداشتند در همون امتحان های کوچیک رفوزه شدند در امتحان بزرگتر هم رفوزه شدند مثلا در جنگ احد این یک نعمت بزرگی بود برای مسلمان ها که در اون جنگ یک شکست موقت مقطعی خوردند چون که برای اونها یک درس و تجربه بسیار بزرگی بود که مخالفت امر پیغمبر غفلت از دشمن مشغول غنائم شدن و جمع آوری غنائم شدن و التفات نداشتن به دشمن اینا خیلی ضربه بزرگی به اونها زد در غزوه احد ده ها نفر از صحابه کشته شدن شهید شدن تقریبا هفتاد نفر خیلی ها زخمی شدن این یک درس بزرگی براشون بود که باعث شد که در غزوه های دیگر نقاط ضعفی که در غزوه احد باعث شکست شد اون رو تکرار نکنن حالا خیلی هاشون ممکنه بعضی دوباره تکرار کردن در غزوه حنین هم تکرار کردن اما کسانی که قابلیت ایمان را داشتن قابلیت کمال را داشتن اینها این تجربه های کوچکتر باعث می شود که در تجربه های بزرگتر رفوزه نشن در امتحان های سختتر پیروز از کار در بیان. حالا برگردیم سر آیات خدای تبارک و تعالی می فرماید احل لکم لیلت الصیام در شبی که باید فردایش روزه بگیرید لیلت الصیام شبی که فردایش باید روزه بگیرید چون که در ماه های عربی روزهای عربی و روزهای اسلامی شب قبل تابع روز بعد هست میگیم شب شنبه یعنی شبی که قبل از شنبه میاد این مربوط به شنبه هست نه اینکه مربوط به مثلا جمعه باشد که الان متعارف شده که مثلا میگن جمعه شب یعنی شب شنبه رو ملحق میکنن به جمعه به روزش در تقویم اسلامی شب قبل را به روز بعد ملحق می کنند. در شبی که فرداش باید روزه بگیری شما این مسئله برای شما حلال شد یک عده از جوانهای مسلمون ها اینها ضعیف الایمان بودند تازه مسلمان بودند اینها شهوت بر اونها غالب میشد اینها شبها مخالفت حکم خدای تبارک و تعالی میکردند علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم به نفس خودتون خیانت می کردید چون که معصیت خیانت است انسان به خدا خیانت میکنه لا تخون الله به پیغمبر خیانت میکنه لا تخون الله و الرسول به امانت خیانت کرده به خودت هم خیانت کردی به نفس خودت هم خیانت کردی تو باید این نفست را به بهشت ببری نه به جهنم اگر به جهنم بردی خیانت به نفس خودت هست یک عده از جوانها اینها حکم خدا رو زیر پا می زشتن و این حکم را تطبیق نمی کردن. خب بعد از مدتی همه سختی را دیدند یک عده هم در این امتحان کوچکتر ساقط شدند رفوزه شدند بعد آیه آمد احل لکم لیلت الصیام در شب روزه حلال شد الرفث الى نسائكم رفث در لغت عربی به معنای هر سخنی که در مجامع عمومی نباید زده بشود این سخن سخن قبیحی هست زشته ممکن است زن و شوهر این کلمات بینشون رد و بدل بشه و اشکال نداشته باشد اما در خارج از این چارچوب این کلام قبیح هست زشته سابقا اشاره کردیم یک چیزایی هست اصلا خودش قبیح به ذاته چه در علن باشه چه مخفیانه باشه یک چیزایی هست قبیح به ذات نیست ظاهر کردنش قبیح هست از جمله بعضی کلمات هست که ممکن هست که بین زن و شوهر خصوصی رد و بدل بشه اما اینکه انسان بیاد در علن این کلمات را بگوید این قبیح هست و اشکال شرعی هم دارد چون که فحش از قول یعنی فحشه به اصطلاح عربی یعنی کلمات رکیک و زشتی که در مجامع عمومی قبیح هست گفتنش این شاید از مصادیق اشاعه فاحشه باشد ولی زاد از فقها گفتن حرام هست که انسان این کلمات رکیک را در مجامع عمومی و در جلسه های عمومی در حضور عموم مردم این کلمات را بگن این اشکال دارد از نظر شرعی باید انسان زبانش را منزه بکند از ذکر این کلمات اما خب مثلا بین زن و شوهر اشکال نداشته باشه به شکل خصوصی اون کلمات رد و بدل بشه خب کلمه رفث هر چیزی که حیا باید کرد از ظاهر کردنشت بعد این کلمه کنایه شد یعنی کلمه رفث در قرآن حالا چه در این آیه چه در آیه‌ای که مربوط به حج هست کنایه شد از همبستر شدن اونم همبستر شدنی که ممنوع باشد یعنی کسی که در حج هست ولو این همسرش هست مادامی که احرام پوشیده جایز نیست با او هم بستر بشود و این کلمه رفث کنایه شد و همچنین در این ماه رمضان که وقتی که ممنوع بود در شبها قبل از اینکه این حکم نسخ بشود این کار ممنوع بود لذا از او کنایه شد به کلمه رفث البته معلوم باشد که قرآن کریم چون که از نظر آداب بالاترین آداب را دارد و این از نظر کلام زیبا و کلام مقبول باید همین جور باشه که انسان بعضی وقتا مجبور هست یک چیزهایی را بیان بکنه خب الفاظش ممکنه الفاظ رکیکی باشه خب شایسته نیست که اون مطلب را با الفاظ سریح بیان بکنن چون که الفاظش رکیک هست باید کنایه گفت کنایه معناش این است که انسان یک مجازی را به کار ببرد لازمی را ذکر کنه ملزومی را ذکر بکنه و مقصودش را برساند و کنایه یکی از محسنات کلام هست شما وقتی میخواید کلام ادیبانه و بلیغانه صحبت بکنید ممکن است کنایه را به کار ببرید کنایه یعنی ذکر لازم یا ذکر ملزوم و اراده لازم یا ملزوم یا مثلا در این مثال معروف میگن که این خاکستر در منزلش خیلی زیاد هست این کنایه از کرمش هست چون که کسی که کریم هست هیزوم زیاد روشن میکنه به نتیجه خاکستر هم در منزلش زیاد میشه خب وقتی تو آشغال بریزه خاک... خاکستر هم زیاد میشه در منزلش این کنایه هست یعنی ذکر لازم و اراده ملزوم خب وقتی یک حقیقتی باشد که بیان باید بشه این حقیقت که باید بیان بشه لفظی که برای اون حقیقت هست لفظ رکیکیه از اون طرف باید بیان بشه از اون طرف هم لفظ رکیک به کار بردن شایسته نیست لذاله کنایه اورده میشه یعنی لازمه یا ملزوم اون شیء را ذکر میکنم مقصود هم روشن هست مثلا مسئله همبستری در قرآن مکرر آمده که احکام مختلفی هست که مربوط به این مسئله هست اما در قرآن الفاظش را که ببینید مثلا در این آیه کلمه رفث آمده رفث معناش هم بستر شدن نیست اما لازمه اون هست وقت لازم را ذکر کردن و مراد ملزومه یا در آیه دیگر او لامستم النساء لامستم لمسه اما این کنایه هست یا در آیه دیگر آمده من قبل ان تمسوهن مس آمده اون لمس بود این مس آمده بود یا در آیه دیگر هست ولا تقربوهن نزدیکشون نشید و بازم این کنایه هست در آیه دیگر آمده حرف حرفکم اتیان آمدن در آیه دیگر تغشاها آمده در آیه دیگر قد افضا بعضکم الى بعض یعنی این کلمات که لازمه هم بستری هست در قرآن آمده لفظ سریحش هم نیامده حتی در زبان فارسی که ما به کار میبریم هم بستر شدن یا نزدیکی کردن یا امثال اینها اینا کنایات هست و الا لفظ صریحش لفظ رکیکی است که هیچ شخصی که محترم باشد و آداب را به خاطر مراعات بکند اون الفاظ را به زبان جاری نمی کند یا مثلا فرض کنید که نسبت به الفاظی که مربوط به اسافل اعضای انسان هست خب گاهی در قرآن ذکر شده اما به کنایه مثلا کلمه عورت کلمه عورت این اسم صریح نیست این کنایه هست عورت یعنی هر چیزی که هر عیبی که باید پوشوندش این معنای عورت هست لکن کنایه شده یا کلمه سوئه در قصه حضرت آدم آمده به اصطلاح کلمه سوئه آمده این کلمه سوعه از سوه از سیعه این کنایه هست لفظ صریحش نیست و همچنین الفاظ دیگر و این مسئله مراعات آداب اجتماعی که از مسائل بسیار مهمی هست و لذالک انسان در سخن گفتن در اجتماع حتی در جلسه های خصوصی نباید الفاظ رکیک به کار ببره که گفتیم جمعی از فقها گفتن اصلا این حرام است این خلاف آداب اجتماعی و آداب اسلامی هست باید زبان انسان منزه باشد انسان اگرم مجبور شد این معانی را بیان بکنه با کنایه بیان بکنه با یک الفاظی که ذکرش قبیح نیست این را به اصطلاح بیان بکنه حالا در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم حلال شد چرا آیه میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن اصل کلمه لبس یا لبس به معنای اختلاط هست به پیراهنم گفته می شود لباس از همین بابه چون که بدن انسان همیشه با این پیراهن ممتزج هست مختلط هست انسان همیشه با لباس هست بیرون میره حتی در منزل انسان به نتیجه عموما پیراهن به بدن دارد حتی اگر یک کسی فرض کنید در خانه ای باشد تنها تنها هیچ کسم هم در این منزل نباشه معمولا با لباس هست پس اصل کلمه لبس و لبس به معنای اختلاط هست خب زن و شوهر اینا همیشه با هم هستن حتی جای خوابشون هم یک جا هست همه هم دی، دین و ایمان ابوذر و سلمان را که ندارن یک عده ای هستن جوانهایی هستن بعضی ها تازه ازدواج کردن بعضی ها اصلا دینشون خیلی قوی نیست در عین حالی هم که میخواد متدین باشه اما در عین حالم شهواتش قوی هست اسلام یک بستر مناسبی ایجاد کرده برای اینکه انسان در عین حالی که به های مشروع برسد در عین حال هم گناه نکند لذا سابقا در یکی از جلسات گذشته بیان کردیم هایی که انسان دارد خدا بی خود که این شهوت را به انسان نداده چون که زندگی انسان متوقف بر این شهوات هست. انسان اگر شهوت جنسی نداشت نسل منقطع میشد این همه که مشکلات ازدواج هست همه از ازدواج رغبت میکردن یعنی ر... از ازدواج دیگر به ازدواج رغبت نداشتن نتیجه این میشد که نسل منقطع میشد اگر انسان شهوت خوردن دارد چون که زندگی او متوقف بر خوردن هست شهوات انسان یک چیزهایی است که ضروری برای زندگی انسانه اما باید در چارچوب صحیح باشه اسلام آمده شهوات را در چارچوب صحیح قرار داده تو شهوت جنسی داری ازدواج بکن یکی دو تا سه تا چهار تا ازدواج دائم ازدواج موقت سابقا کنیز مثلا سن ازدواج پایینه در اسلامه اگر کسی بالغ شد از حقوق او بر پدر و مادرش این است که اگر دختر است شوهرش بدن اگر پسر است زنش بدن یعنی این شهوت جنسی در چارچوب صحیح اشباع میشه شهوت خوراک داری خدا طیبات را حلال کرده بر تو خباعث را بر تو حرام کرده و خباعث کمتر از طیبات هست شهوت های دیگر انسان داره این شهوت ها را خدا بر انسان حلال کرده در زمین چارچوب از چارچوب خارج نشو چون که اون خارج شدن از چارچوب هر و مرجه ضررهای زیادی روانی اجتماعی بدنی بر انسان دارد خب این زن و شوهر در یک جا هستند با هم اختلاط دارند خوابگاهشون یک جاست به اینا بگن یک ماه شما از هم جدا باشید خب این ممکن است که خیلی دینشون ضعیف باشه صبر نکنند به گناه بیفتن ولی ذالک خدای تبارک و تعالی در این آیه میگه هن لباس لکم و انتم لباسن لهون. مو اختلاط دارید با هم اجازه دادیم به شما که در شبهای ماه مبارک رمضان آزاد باشید بله در روزها باید روزه را کامل بگیرید همه مفترات را انجام ندید خب انسان اگر در روز چند ساعتی میتونه جلو خودش را بگیره خصوصا در روز که مثلا وقت کار هست و رفت و آمد هست و امثال اینها چندان رغبتی شاید نداشته باشد در حالی هم که روزه هست تشنه و گرسنه هست خب میتونه تا شب صبر بکنه این از یک جهت بعد کلمه هن لباس لکم و انتم لباسن لهن این یک تشبیهی است که خیلی زیبا هست ببینید انسان لباس را میپوشه اولا لباس عیوب بدن را میپوشونه سطر عورت انسان را میکند زن و مرد نسبت به همدیگر دو همسر زن و شوهر همین کار را میکنند یعنی این که وقتی ازدواج کرد دیگه نیازی به حرام ندارد دیگه در حرام نمیفته چون که نیازش از راه مشروع برآورده میشه این یک جهت ولذا در یک روایتی هست که من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله في النصف الاخر اگر ازدواج کرد نصف دینش را حفظ کرده چرا چون که از مهمترین وسائل و حبائل شیطان همین مسئله جنسی هست خب اگر از راه مشروع این مسئله جنسی حل شد دیگه انسان چندان نیازی ندارد که بره دنبال حرام جهت دوم لباس زینت است انسان لباس را که میپوشه زینت زن و شوهر هر کدوم برای دیگری زینت هست شوهر زینت برای زنش هست زن زینت برای شوهرش هست و همچنین انسان از لباس هیچ وقت مستقنی نیست همچنین زن از شوهر مرد از زن هیچ وقت مستقنی نیست و این یه مسئله هست که در این آیه بیان شده اینه که بعضی ها خیال میکنن که ازدواج یک معامله ای هست این معامله یک معامله مادی هست تو مهر میدی مقابل مهر زن میگیری مهر پول خرید یک زن نیست الان خصوصا رائد شده که مهرهای گذاف میگن میگن ارزش زن به مهر گذافه آیا این دختر خودش را داره میفروشه مقابل این مهر که بگه هرچی مهرش گرونتر باشه ارزش این دختر مثلا بیشتر هست این زن یک انسان انسان انقدر ارزشش بالا هست که اگر کل جهان را در یک طرف قرار بدن قیمت یک انسان نمیشه چند جلسه قبل در مسئله قصاص گفتیم من قتل نفسا و غیر نفس او فسادن فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا یک انسان اگر کشته بشه که انه کل بشریت را کشتی چون که یک انسان خیلی ارزشش بالاست با سنجش مادی قابل سنجش نیست انسان ولی ذالک مهر هر زیادتر باشه ارزش دختر بیشتر در نظر بعضیا هست این تحقیر این دختر هست خودش را داره دختر تحقیر می کند اگر خیال می کنه که اگر مهرش بالا باشد ارزشش بالاتر خواهد بود ولذا ما می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله همسرانشون را که ازدواج کردن با مهر سنه که 500 درهمه 500 درهم به وزن مسقالهای این زمان دو مسقال و نصف مسقال نقره هست پیامبر دخترشون را که سیدت و نسائل عالمین هست سرور زنان جهان هست با مهر سنه ازدواجش دادن مهر سنه 500 درهم بوده وقت در روایات آمده که با این 500 در هم چی خریده شد چرا این مهر را شرع قرار داده برای اینکه که یک زندگی جدید احتیاج داره به یک وسایل جدیدی بخرن دو شکیل حافی مثلا وسایل آشپزخانه امثال اینها مهر به خاطر این هست نه به خاطر اینکه ارزش یک زن به مهرش هست و ازدواج در اسلام یک ارتباط انسانی هست یک معامله مادی نیست بعضی هم میان میگن که هرچی مهر بیشتر باشه دخترمون رو دیگه طلاق نمیدن اینم اشتباهه ما دیدیم الان در این زمان اونایی که مهرای انچنانی دارن خیلی زیاد در, در اونها طلاق هست که در گذشته مهرای آنچنانی نبوده و طلاق خام خیلی کمتر بوده طلاق ربطی به زیادی یا کمی مهر ندارد بلکه بعضی وقتا مهر زیاد باعث اذیت این دختر میشه اون شوهر برای اینکه این, این مهر را زن ببخشد و طلاق خلعی بده ممکنه اذیتش بکنه پس بنابراین ازدواج یک ارتباط مادی نیست یک ارتباط معنوی هست ولی زالک در قرآن بهترین تعبیرها را از ازدواج خدای تبارک و تعالی کرده مثلا در یک آیه که در سوره روم هست خدا میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا این از نشانه های خداست که از نفس خودتون همسرانی برای شما خلق کرد لتسکنوا الیها علتش آرامشه سک... سکینه یعنی آرامش لتسکنوا الیها آرامش پیدا بکنید و جعل بینکم مودتا و رحمه ازدواج در اسلام مودت است رحمت است آسایش است نه یه مسئله معامله مادی یا در آیه دیگر خدا در اون آیه میفرماید خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها زوجها ها. در آیه دیگر میفرماید و عاشروهن بالمعروف با یه چیزی که معروف هست یعنی از نظر عقل و شرع شناخته شده هست منکر نیست اینجوری باید زندگی بکنید یا معامله نیست مسئله ازدواج یا در آیه دیگر خدا میفرماید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف بالمعروف زنهای حقوقی دارن و مردها هم یه حقوقی دارن زنا باید حقوق شوهراشون رو ادا بکنند مردها هم باید حقوق زنهاشون رو ادا بکنند در آیه دیگر خدا میفرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین چشم روشنی باشند همسرانمون فرزندانمون پس این آیات را که شما نگاه بکنید ازدواج یک ارتباط معنوی هست نه یک ارتباط مادی و لذا روزی که این ازدواج ارتباط مادی شده پیش خیلی از مردم میبینیم که طلاق زیاد شده مشکلات خانوادگی زیاد اختلافات زیاد سببش چیه؟ سببش اینه که یک معامله مادی در نظر گرفتن دارم ازدواج میکنم مقابل مهر گذافی که دارم میگیرم مثلا مسئله مادی که بشه مادیات همیشه درش اختلاف هست معنویات هست که درش اختلاف نیست مادیات سعادت را نمیاره معنویات هست که سعادت و خوشبختی را میاره پس بنابراین این آیه میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما عیبهای همدیگر را میپوشونید زینت و زیبایی برای همدیگر هستید حاجت همدیگر را برآورده می کنید انسان لباسش سرما گرما از گرما سرما او را حفظ می کند زن همسرش را حفظ میکنه، شوهر زنش را حفظ میکنه. این ازدواج یک پیوند معنوی هست پس بنابراین این آیه شریفه خدای تبارک و تعالی می گوید که در شب ماه رمضان مفترات نیست همه چیز آزاد از محللات فقط در روز هست که بایستی شما این مفترات را امساک بکنید ازش یه چند ساعتی بیشترم نیست به نفع خودتون هست به نفع اجتماع هست که در بعضی جلسات گذشته بعضی از فواید روزه رو بیان کردیم بعد از اون خدای تبارک و تعالی بیان میکنه که یک عده خیانت میکردند ولكن خدا اونها رو بخشید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم خیانت میکردید شما حکم خدا رو زیر پا میگذاشتید فتاب علیکم خدا از این گناه شما گذشت و عفا عنکم حکم را آسون کرد عفا عنکم یعنی حکم را آسون کرد بر شما تاب علیکم یعنی گناه شما رو بخشید حکم سخت بود حکم را آسانتر کرد فلان باش بعد از اینکه حکم نسخ شد شما میتونید مباشرت بکنید در شبها اما در روزها نه حالا حکم روز را که از کی شروع میشه تا کی خط پیدا میکند ان در جلسه آینده بیان خواهیم کرد و الله علی محمد و آله الطاهرین